فصل نهم. مگر من آزاد و مختار نیستم؟ مگر من رسول نیستم؟ آیا من خداوند ما عیسی را ندیدم؟ مگر شما نتیجه کار من در خداوند نیستید؟ اگر دیگران رسالت مرا قبول نداشته باشند، شما باید مرا رسول بدانید، زیرا وجود شما در خداوند بهترین دلیل رسالت من است. این است جواب من با آنانی که از من ایراد می‌گیرند. آیا این حق را نداریم که غذای خود را از کلیساها تأمین کنیم؟ آیا ما مانند سایر رسولان و برادران خداوند و پتروس حق نداریم در مسافرت‌های خود همسر مسیحی با خود داشته باشیم؟ آیا فقط من و برنابا باید برای امرار معاش زحمت بکشیم؟ آیا هرگز شنیده اید که سربازی با خرج خود خدمت کند؟ یا کسی در تاکستان خود انگور کاشته و از میوه آن نخورد؟ یا کدام شبان است که گله ای را شبانی کرده و از شیر آن استفاده نکند؟ آیا به مثالهای انسانی متوسل شدم؟ آیا شریعت نیز همین را نمیگوید؟ زیرا در تورات موسی نوشته شده است هنگامی که گاو خرمن را میکوبد دهانش را نبند. آیا خداوند در فکر گاوان است؟ یا واقعا به خاطر ما بود که این گونه سخن گفت؟ البته در مورد ما نوشته شده است، زیرا آنکه شخ میزند و آنکه خرمن میکوبد به امید سهیم شدن در محصول کار میکند. ما در میان شما بذر روحانی کاشتیم. آیا جای تعجب است اگر از شما کمک مادی بگیریم؟ هرگاه دیگران چنین توقعی از شما دارند، آیا ما نباید توقع بیشتر داشته باشیم؟ در هر صورت ما از حق خود استفاده ننموده ایم، بلکه همه چیز را تحمل کرده ایم تا مانعی بر سر راه پیشرفت انجیل مسیح نگذارده باشیم. مگر نمی دانید که کارکنان معبد از آنچه به معبد اهدا می شود می خورند و خادمین قربانگاه معبد از قربانی های آن سهمی می گیرند؟ و به همان طریق خداوند دستور داده است کسانی که بشارت می دهند معاش خود را از آن راه تأمین کنند. اما من از هیچ یک از این حقوق استفاده نکردم و این را هم به آن منظور نمی نویسم که برای خود چنین حقی کسب کنم. برای من مرگ بهتر است از اینکه کسی افتخارات مرا بیهوده سازد. اگر من بشارت دهم نمی توانم فخر کنم، زیرا از انجام آن ناگریزم. وای بر من اگر بشارت ندهم. اگر کار خود را از روی میل انجام دهم پاداش میگیرم، و اگر از روی میل انجام ندهم باز هم مأموریتی است که به من سپرده شده و باید انجام دهم. پس پاداش من چیست؟ پاداش من این است: وقتی بشارت میدهم انجیل را مفت و مجانی به دیگران میرسانم، یعنی من از حقوق خود به عنوان یک مبشر صرف نظر می کنم. زیرا اگرچه کاملا آزادم و برده کسی نیستم، خود را غلام همه ساختم تا به وسیله من عده زیادی به مسیح ایمان آورم. برای این منظور وقتی با یهودیان هستم مانند یک یهودی زندگی می کنم، و وقتی که بین کسانی هستم که تابع شریعت موسی هستند مانند آنها رفتار می کنم، اگرچه من تابع شریعت نیستم. و برای اینکه غیر یهودیان که شریعت موسی را ندارند به مسیح ایمان آورند، هم رنگ آنان شدم. منظورم نافرمانی از شریعت خدا نیست، چون در واقع من تحت فرمان مسیح هستم. همچنین در میان افراد ضعیف مثل آنها ضعیف شدم تا به وسیله من آنها به مسیح ایمان آورند. در واقع با همه هم رنگ شدم تا به هر نحوی وسیله نجات آنها بشوم. همه این کارها را به خاطر انجیل انجام می دهم تا در برکات آن سهیم گردم. مگر نمی دانید که در مسابقه دو اگرچه همه شرکت کنندگان می دوند ولی فقط یک نفر جایزه می گیرد، شما نیز طوری بدوید که آن جایزه نصیب شما شود؟ ورزشکاری که خود را برای مسابقه آماده می کند سخت می کوشد و زیاده روی خودداری می کند. آنها چنین می کنند تا تاج گلی را که زود پژمرده می شود به دست آورند. ولی ما این کار را به خاطر تاجی که تا ابد باقی می ماند انجام می دهیم.
بنابراین من میدوم ولی نه بدون هدف. من مش میزنم اما نه مثل کسی که به هوا مش میزند. بدن خود را میکوبم و آن را تحت فرمان خود در میآورم. مبادا پس از اینکه دیگران را به مسابقه دعوت کردم، خود من از شرکت در آن محروم باشم.